سلام میگم به تک تک برادر خواهرها پرستندگان خداوند که اینجا حضوری جمع شدیم و همینطور هم کسانی که از طریق اینترنت با ما وصل شدن. خوشحال هستیم که امروز هم میتونیم بیایم و ببینیم که خدا با قلبمون چی میخواد صحبت کنه، چه چیزهایی هست که باید برای ما روشن بشه، باز بشه. ما همینطور هم هفته گذشته که ما با نسرین در مورد سال 2023 که ما اعلام کردیم که سال 23 سال شکرگزاری هست، ستایش، پرستش، سالی که نام پادشاه ما عیسی مسیح برافراشته و جلال باید پیدا بشه. اینو هدف یا رویای یا میتونم بگم یک تم کلیسای ما برای 2023 و به این خاطر خیلی مهمه که زمانی که در مورد پرستش صحبت میکنیم اصلا واقعا بدونیم که معنی پرستش چیه. خیلی هستن که وارد کلیسا میشن و همینطورم مثل الان مهمونایی هستن که اینجا شاید امروز بار اول اینجا آمدین و یهو میبینین که ما اینجا پرستش میکنیم و معمولا ما اینطوری هم یاد میگیریم و میگیم هر دفعه که میایم کلیسا سرودهای میخونیم و چند تا سرودهای هست که برای لغتاشون که اعلام میکنیم و سرودهای قشنگی هم هست و تو این سرودها هم اینطور لذت میبریم. فقط میتونم بگم که پرستش خیلی عمیق‌تر، خیلی میتونم بگم مهمتر، یک چیزی واقعا فوق‌العاده عظیمی هست که ما اصلا اطلاعی نداریم. و چون زمانی که ما بعضی وقت ما میگیم که روی سال پرستش یا بعضی وقت که ما اینجا همینطور اعلام میکنیم میگیم الان عیسی مسیح رو یا خداوندشتون رو پرستش کنین و یه چیزی هم نیست، یه دستوری نیست که الان من باید بایستم و الان شروع کنم سرود خوندن، بلکه یه چیزی هست که خیلی عمیق‌تره و میخوایم امروز در موردش هم واقعا فکر کنیم و اجازه بدیم که روح خدا با قلبای ما صحبت کنه که واقعا این پرستش در شما به وجود بیاد، در کلیسای ما به وجود بیاد و همینطور هم افرادیم که از کلیسای دیگه هم اینجا مختلف اینجا هستن که معنی رو بفهمن. مهم اینه که یه چیزی بفهمیم، پرستش یک اختراع بشری نیست. انسان پرستش رو به وجود نآورده، کلیسا نآمده میگه الان ما میخوایم الان شروع کنیم یک کاری انجام بدیم، بلکه این موسیقی و همینطور هم صدا که برمیداریم، نوت رو برمیداریم، مخلوق خداست، خداست که اینو خلق کرده و به این خاطر پرستش یا موسیقی منعکس کننده ماهیت طبیعت خداست، انعکاس ذات خداست. خدا موزیک در خودش داره و قبل از آفرینش در آسمون پرستش بود و اینجا در عتیق میبینیم خیلی جاهایی هست که میگه که تمام فرشتهان در حضور خداوند سجده میکردن، پرستش میکردن، هنوز خدا آدم رو ما رو خلق نکرده بود. پرستش از ابتدا بود. به این خاطر زمانی که ما صحبت میکنیم که موزیک منعکس کننده ماهیت و طبیعت خداست، انعکاس ذات خداست، پس پرستش یک رازی هست عزیزان، یک سری هست، مرموز، اسرارآمیز، اینطوری که نوشتم، یه چیزی هست که نمیتونیم بگیم که آها من پرستش رو فهمیدم. پرستش این نیست که فقط بیایم اینجا سرود بخونیم. میخوام واقعا امروز وارد این بخش میتونم بگم، شاید بتونم بگم که اگه واقعا درست متوجه شده باشیم مثل اینکه پرستش وارد یه بعد دیگه میشیم. بعضی از ما این چیز رو، این تجربه رو کردیم زمانی که واقعا در روح بودیم، واقعا یک وارد یک جلالی شدیم، یه جایی شدیم که اصلا نمیشه توضیح داد. بعضی وقت هست که توی یک پرستش که واقعا به عمق خدا غر میشیم میتونم بگم، بعد از این از تو میپرسم میگن چطور میتونی توضیح بدی؟ نمیتونی توضیح بدی، چون کلمه‌ای وجود نداره که بتونیم این جلال رو توضیح بدیم. این تجربه رو نمیدونم کردی یا نه کم و پیش. و تو این زمانی که میگم یک پرستی یک رازی هست، باید بدونیم که تو تبدیل
به آن چیزی که میپرستی میشوی، یا هر، یا میتونم بگم هر چیزی که تو واقعا با تمام دل و جان و قلب میپرستی شبیه او میشی، چون با ذات خدا مطابقت داری. بعضی وقت ما میبینیم که زن و شوهرهایی که هستن که در من 40-50-60 سال زندگی کردن با همدیگه، واقعا با محبت زندگی کردن، نمیدونم اینو متوجه شدین، شبیه همدیگه شدن. این مشخصه، تو خیابون راه میره متوجه میشه اینا زن و شوهر هستن. بعد از 20 سال نه ها، بعد از 40-50 سال، زمانی که دردها رو کشیدن با هم دیگه، زمانی که صبر رو داشتن، تحمل کردن همه چی رو، فقط عاشقانه داوطلبانه هم دیگه رو دوست داشتن، شبیه هم دیگه شدن. به این خاطر یک رازی هست، این چیزی که تو با تمام قلب و دل و جان دوستش داری و میپرستی شبیه او میشی. پس متوجه میشیم که پرستش فقط سرود خوندن نیست. در دوم قرنتیان باب 3 آیه 17 اینجا هم که پولس که اینا صحبت میکنه میگه لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند رو در آینه مینگریم، از جلال تا جلال به همون صورت متبدل میشیم، میشویم چنان که از خداوند که روح است. پس همونی که میگه که با چهره باز در روح و راستی و با ایمان با اعتماد این حضور خدا رو جستجو میکنه، او رو شروع میکنیم به پرستش کردن، وارد یک جلالی میشیم. اینجاست که میگه که از جلال به جلال متبدل میشیم، اتفاقی میفته در ما. آمین. پرستش میتونه پس تأثیر به زندگی تو بذاره. به این خاطر زمانی که نگاه میکنیم به موسی، موسی هم همینطور که 40 روز رفتی به پیش خداوند منظور روی کوه که اونجا خدا با او صحبت بکنه، بعد از اینکه آمد صورتش فقط میدرخشید، پوست چهره او میدرخشید و قوم ترسیدن، چون واقعا روبروی یک کسی شدن که با خدا ملاقات داشت، 40 روز در حضور خداوند بود. پس از این طریق میتونیم متوجه بشیم، پس پرستش و شکرگزاری، و شکرگزاری یعنی کار از کارهای خدا رو اعلام میکنین. ببینید چه خدایی هستی، همون سرودهایی که خوندیم، چه عظیم هستی، چه کارهای عظیمی کردی، چه معجزاتی تو انجام دادی. فقط زمانی که وارد پرستش میشیم، اونجا میریم وارد، یعنی تو قلب او قرار میگیریم، اونجاست که قلبمون باز میکنیم و میگیم چقدر دوستت دارم، چقدر عزیز هستی، از صفتهای او صحبت میکنیم و اونجاست که این صمیمیت در این پرستش میتونه ما رو، زندگی ما رو عوض کنه. به این خاطر خیلی مهم عزیزان ما متوجه بشیم که پرستش فقط سرود خوندن نیست، و در پرستش سرود مرکز پرستش نیست، که بعضی وقت سرودهایی هستن که خیلی دوستشون داریم، آه چقدر زیباست، پدر جا محبت تو آنقدر، وارد به جای اینکه وارد روح خدا بشیم، وارد آهنگ میشین، آهنگ رو میپرستیم. شده نه؟ بعضی وقت هست که افراد میگن که پاستور میتونیم امروز این سرود رو بخونیم، خیلی زیباست. میگم ببین من دنبال زیبایی سرود نیستم، من دنبال زیبایی خدا هستم و میخوام خدا رو ببینم. فقط اینجاست که واقعا باید یاد بگیریم که بعضی وقت توی سرودها وارد یک احساسی میشیم. فقط باید اینجا مواظب باشیم توی احساس قرار نگیریم، بلکه ما باید شروع کنیم به وسیله سرود و پرستش و به کمک روح القدس بتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم. تقریبا اینطور که موعظه رو آماده کردم، احساس کردم مثل آسانسور میشه. اینجا یک عکسی هم اونجا گذاشتم. مثل یک آسانسوری. آسانسور یک داری هست که تو وارد میشی. این پرستشه. زمانی که وارد شدی، تو اونجا میتونی خیلی لذت ببری. فقط نه. زمانی که شروع میکنی به پرستش، از موزیک استفاده میکنی، به وسیله روح خدا وارد آسمون میشه. یعنی
موزیک فقط یک واسطه ای هست که از طریق عبادت در روح ما رو به حضور خداوند میبرد. چیز روحانی هست. امروز تو پرستش احساس کردم که یه روح پرستش در اینجا بود. تقریبا احساس میکردم آسانسورهایی هست که میرم بالا. و چقدر لذته. اگر در روح و راستی هستیم تو پرستش اونجا میتونیم لذت ببریم. بعد از این میبینیم ای تمام شد. چون ما دوست نداریم از روزی خداوند دوباره برگردیم به زمین. آمین. این تجربه رو امروز هم قسمت‌های ما داشتیم. به این خاطر در یوحنا باب 4 خود عیسی مسیح اینجا در مورد صحبت میکنه. میگه که زمانی که با این زن سامری صحبت میکرد و اونجا برحال یک ملاقاتی با هم داشتن که خود عیسی مسیح خودش اونجا ظاهر کرد. میگه که من اون مسیح هستم. یک مکاشفه بود برای این زن. فقط اینجا خودش هم میگه که اما زمانی میرسد. چون سامری چی گفت؟ گفته که شما به اورشلیم سمت اورشلیم دعا میکنیم. ما پدران ما اونجا اینطوری دعا میکنن، اونطوری دعا میکنن. 5 بار در هفته دعا میکنن، نمیدونم در روز دعا میکنن. وارد مذهب میشد. چطور ما باید خدا رو پرستش کنیم؟ اون طرف چپ راست بالا پایین. آسمون بالا نیست عزیزم. آسمون هم اینطور پایین هم هست. زمانی که تو زیدپول نمیدونم چیه. زیدپول باشی؟ زیدپول چی میشه؟ نورد پول، زیدپول، این کره زمینه. اونجا بالا چیه؟ شمال و جنوب، درسته؟ اگر شمال هستین آسمون بالاست. اگر جنوب هستین آسمون پایینه. پس آسمون همه جا رو فرو گرفته. و اینجا خدا دنبال این نیست که به این سمت و اون سمت. و اینجا میگه که اما زمانی میرسد و هم اکنون فرار رسیده هست که پرستندگان راستین یعنی در حقیقت پرستش میکنن، پدر رو در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویان چنین پرستندگانی هست. اون خدای پدر، اون خالق همه چی دنبال اینه، می جویه کیا هستن که در روح و راستی پرستش میکنن. وقت میگه که ادامه میده خدا روح هست و پرستندگانش باید از روح در روح و راستی بپرستند. آمین. و خیلی مهمه که در روح بعضی وقت که میخوایم بپرستیم این راستی رو فراموش میکنیم. راستی اینه که در حقیقت واقعا بدونیم کی رو میپرستیم. شاید بتونم بگم هفته گذشته با یک کسی هم صحبت میکردم که خیلی درگیر تمام فلسفه های این دنیا بود، تمام فلسفه هایی که مربوط به چیزهای روحانی هست. و اونجا بحث میکردیم، میگه که ما هم همینطور بودیست ها خودشون هم میرن تو یک روح دیگه، درسته یا نه؟ هندویست ها یا خیلی فرقه های دیگه هستن، یا همه در روح میرن. باید چشمشو ببندن، باید برن اونجا، باید خودشون یه چیزای وردهای چیزایی باید بگن که در روح بشن و بتونن ارتباط با خدا داشته باشن. و اینجا خداوند میگه در روح و راستی، یعنی باید بدونیم کی رو میپرستیم. اون خدا چه خدایی هست که اونجا در دست راست پدر نشسته و اون عیسی مسیح که واقعا آمده در این دنیا کفاره گناهای ما شده و جریمه گناهای ما رو پرداخت کرده، مرده، بعد از 3 روز قیام کرده، در دست راست پدر نشسته و تمام قدرت و قوت در آسمون در زمین به او داده شده. زمانی که اینو باور میکنم در راستی او رو پرستش میکنم و زمانی چشمم میبندم یا باز میکنم واقعا تصویر رو میبینم. عیسی اونجا نشسته در روح، میبینم که اونجا تمام قدرت و قوت در آسمون به او داده شده. او رو میپرستم و همزمانم پدر رو میپرستم به وسیله روح القدس هم که به من داده شده، که از این روح که به من قدرت میده و همینطور نه فقط قدرت میده، برای من چیزها رو باز میکنه، مکاشفه هایی میده. عیسی مسیح که خودش هم گفته که روح القدس خواهد آمد و شما رو هدایت خواهد کرد و منو جلال خواهد داد.
پس هدف روح القدس اینه که بیاد کمکمون کنه، هدایت کنه که واقعا وارد یک پرستشی بشیم که عیسی مسیح جلال پیدا کنه. این پرستشی هست که آرزوی نسرین و من اینه که در امسال، در سال 2023، این پرستش هایی که در روح و راستی سمت خداوند بیاد، از این پرستش پدر ما لذت میبره. آمین. و من باور میکنم چون هر چیزی که خداوند میگه من ما باور میکنیم خودش هم انجام خواهد داد. فقط این پرستش چطور به وجود بیاد؟ الان من میتونم به شما دستور بدم که عزیزان بیستیم و شروع کنیم به پرستش کردن. هیچ، شاید هیچ اتفاقی نیفته. شاید بعضی افراد میتونن. این پرستش، دوباره میگم، یه چیزی نیست که دستور بدیم باید بریم. هر چقدر خداوند میگه که جان و دل خداوند رو بپرست، یا یه دستوری از یه چیزی هست که ما این تصمیم رو باید بگیریم. فقط باید نگاه کنیم که اصلا پرستش، اگه واقعا دنبال این هستی که عیسی مسیح رو، خداوند ما رو با روح و راستی بپرستی، باید بدونی که یه اتفاقی هست که باید در تو بیفته. یک لمسی هست از خدا باید بیاد. تو خودت با قدرت خودت اصلا نمیتونی بپرستی. به این خاطر بعضی وقت توی جلسه ها هست میگه این عزیزان، مثل اینکه یه کسی هست که شلاق رو برداشته بزن الان بریم پرستش کنیم، زو سعی میکنن الان یه کاری انجام، ما هم احساس میکنیم یا الان ما باید الان باید پرستش کنم، الان وجدانمون راحت هم ناراحت میشه چون میبینیم که اصلا پرستشی در من نیست. ای خدا من همینطور چیزها رو تکرار میکنیم، مرسی که الان اینو کرد، مثل اینو کردی، دیگه خاموشی میاد، دیگه چیزی نمیدونی بپرستی. چرا؟ چیزهایی ندیدی از خدا، تا یه قسمت لمس شدی. به این خاطر من اینجا تو پرستشم میگم عزیزان دست دهنتو باز کنین و اعلام کنین، تشکر کنین. در خیلی چیزهایی هست که ما میتونیم تشکر کنیم، فقط خدا میخواد به هر حال از این تشکر وارد یک بخش دیگه بشه. پس پرستش به وجود میاد زمانی که اول خدا جلال خودش رو یا معجزه خودش در زندگی تو انجام میده. بدون معجزه اصلا پرستش به وجود نمیاد. کلام در یوحنا باب 2 اینجا که زمانی که عیسی مسیح رفت و توی عروسی و اونجا میبینیم که این شراب تمام شد، بعد از این مادرش گفته که ببین الان خواهش میکنم کمک کن، بعد از این عیسی مسیح کلام میگه که عیسی مسیح گفته که این 6 تا کوزه های بزرگی بود، ایشان اینجا آب با آب پر کنیم. بعد از این که آب پر کردن، بعد از این اینجا گفته که این از این یه قسمتش وردار و برو پیش این مسئول، این پیش این آشپز و بگذار خودش امتحان کنه. بعد از این که امتحان کرد گفته این چه شرابی هست، یعنی خدا یه چه کاری کرد، عیسی مسیح تبدیل کرد یه چیزی رو، آب رو به شراب. و کلام خدا میگه که و شاگردان جلال او رو دیدن و ایمان آوردن. عزیزان بدون این که خدا جلال خودش رو یا معجزه خودش رو انجام نده، یعنی بیشتر معجزه جلال به وجود میاره. گوش میکنین، معجزه جلال به وجود میاره و این جلال باعث میشه پرستش به وجود بیاد. به این خاطر اول خود خدا باید تو رو لمس کنه که بعد از این پرستش به وجود میاد. در مزمور 96 آیه 2 و 4 یهوه را سرود تازه بسراییم، ای تمامی زمین خداوند رو بسرایید، خداوند رو بسرایید و نام او رو متبارک خوانید، روز به روز نجات او رو اعلام نماییم، در میان امت ها جلال او رو ذکر کنید و کارهای عجیب یعنی معجزه های او را در جمیع قوم ها، زیرا خداوند عظیم است و بی نهایت ممدو و او مهیب است و بر جمیع خدایان. این چیزی هست که این قوم الان یه چیزی رو دریافت کرده، تجربه کرده. به این خاطر میگه الان بپرستین او رو، اون خدای معجزات رو بپرستین، چه کارهای عظیمی کرده. همینطور در مزمور 147 آیه 1-3 هللویا، زیرا خداوند خدای ما را سراییدن نیکوست و دلپسند
و تسبیح خواندن شایسته هست. خداوند الان میگه که چه کارهایی کرده. خداوند اورشلیم رو بنا میکند و پراکندن اسرائیل رو جمع مینماید، شکست دلان رو شفا میدهد و جرایت‌های ایشان رو میبندند. ای اورشلیم یا ای کلیسای آلفا میگه و هر کلیسایی هم هست، خداوند رو تسبیح بخونید. ای سیون خدای خود را حمد بگویید، زیرا که پشت بندهای دروازه‌هایت را مستحکم کرده و فرزندان را در اندرونت مبارک فرموده است که حدود تو را سلامتی می‌دهد و تو را از مغز گندم سیر می‌گرداند. این فقط یک مزمور است. مزمورا پرن. فقط این دوتا رو برداشتم. یعنی اینجا میگه پرستش کنی، چون اوست که زخمای تو رو شفا داده، اوست که تو رو نجات داده، اوست که محافظت میکنه، اوست که تو رو هدایت میکنه. به این خاطر این قوم اسرائیل اون تجربه کردن، چیشان تو اسارت بودن، اسارت مصر بودن، بعد از این توی بیابون بودن، اونجا خرابکاری کردن، وفاداری خدا اونجا مونده، بعد از این آورده توی این زمین کنان و اونجا مهربانی خودشون نشون داده، امنیت خودشون نشون داده. مزمور 103 هم یادتون هست نه؟ ای جان من خداوند رو متبارک بخوان و هر چه درونت هست نام قدوس او رو متبارک خواند. ای جان من خداوند رو متبارک بخوان و جمیع احسان های او را فراموش مکن. الان اونجا صحبت میکنه چه کارهایی کرده. اینجا نگه گفت خود انسان چه کاری کرده، بلکه خدا حرکت کرده، خدا شروع کرده این معجزه رو انجام دادن، که میگه که تمام گناهات رو میامرزد و همه مرزهای تو رو شفا میبخشد، که حیات تو رو از حاوی فدیه میدهد و تاج رحمت و رفعت رو بر سر تو مینهاید، که جان تو رو به چیزهای نیک سیر می کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. عقاب هایی هستن اینجا؟ به این خاطر عزیزان می بینیم که تا خدا وارد زندگیت نشه، تا خدا مستقیم در روح تو یک کار انجام نده و معجزه نکنه، در تو و در من پرستشی وجود نخواهد آمد. همه ما این تولد تازه رو به دست آوردیم، تجربه کردیم، گناه ما آمرزیده شده، روح خدا در ما قرار گرفته، فرزندان خدا شدیم، معنی زندگی رو فهمیدیم. سوال من اینه که کسانی که عیسی رو نمیشناسن، آیا واقعا میدونین حیات چیه، زندگی چیه، معنی زندگی میدونی چیه؟ از هر کسی که میپرسم نمیتونن جواب بدن. زندگی میکنیم، تحصیل، خانواده، بچه دار، خب دیگه چی؟ کار، ماشین، یه ماشین دیگه، یه خونه دیگه، یه خونه بزرگ. معنی زندگی اینه؟ اون خداست که اون آفریننده ماست که میگه که معنی حیات چیه. و همینطور اوست که به ما آینده رو، سرنوشت ما رو به ما نشون میده. و این باعث میشه که پرستش به وجود بیاد. حیات جاودانی رو ما دست به دست آوردیم. آیا خوب بودیم؟ نه. این فیض مسیح بود، این مرگ و قیامت او بود که باور کردنش منو همینطورم که او قیام کرده منم میتونم قیام کنم. من عادل شمرده شدم و تو عادل شمرده شدی. تمام چیزایی هست که عیسی مسیح در زندگی ما کرده. آیا یادتون هست زمانی که شما ایمان آوردین به عیسی مسیح، قبل از این اصلا پرستش میکردین؟ آیا واقعا در
در دهن شما، قلب شما پرستش بود، مخصوصا شما که از دین اسلام اومدین، فقط غم و درد بود، فقط آسیب دادن بدن خودتون پرستش بود، درسته یا نه؟ فقط با گریه کردن میخواستی رضامندی خدا رو به دست بیاری. خدا میگه که ای کاش که منو میشناختی که من دنبال این عشق نیستم، من آمدم تو رو از این عشقها، از این دردها آزاد کنم. من یادم از زمانی که اولین باری که رفته بودم کلیسا، کلیسای باپتیست بود، واقعا به شما میگم ذهن من من مسیح زاده هستم، از دین غم و درد نیومدم. فقط اینطوری نگاه میکردم، اینا چی میکنن، پرستششون میکردم. فقط یک کسی ایستاده بود اونجا با یک گیتار، نه اینطوری هم نبود، یک گیتار. من واقعا مثل یه برق من رو گرفته بود، مثل اینکه آمدم تو اصلا کره زمین دیگه بود، چون ندیده بودم. و زمانی که ایمان آوردم، توبه کردم، بازگشت کردم، دیدم که از من این تمام پرستش به وجود میاد، چون کاری هست که خدا در ما انجام میده و روحی که خدا من به ما داده اتوماتیک شروع میکنه پرستش کردن. یک گلی بودم که پنهان در یک خاک افتاده بود. زمانی که این باران رحمت افتاد، زمانی که این آب آمد، زمانی که این نور خدا قرار گرفت، الان شکوفه داد. بعد از این چه کاری چرا خداوند این طبیعت رو خلق کرده؟ همه نگاه میکنه پرستش میکنه خدا رو، تمام طبیعت خدا رو پرستش میکنه. معمولا نگاه میکنه میگه خب این گل دیگه، این همه چیز پرستش خداست، تمام طبیعت که خلق شده خدا رو پرستش میکنن. زمانی که شب میشه میرن، زمانی صبح میشه پرستش میکنن. آمین. فقط چه اتفاقی میفته که بعد از یه مدت پرستش ما خفه میشه، پرستش ما کم میشه؟ میدونی این موضوع هست که مثل خدا میخواد با ما صحبت کنه، که زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح، اولین چیزایی که اتفاق میفته واقعا شروع میکنیم پرستش کردن. فقط بعد از یه مدتی مشکلای دنیاست، مشکلایی که هست، حالا مالی، خانوادگی، نمیدونم اقامت، هزار تا چیزایی هست که یواش یواش شروع میکنی به خداوند خواهش میکنم اینو به من ببخشه، خداوند اینو میخوام، این دعایی که میکنی فقط به من بده، به من بده، به من بده. خداوند خدا رو شکر با رحمت خودش، پدر آسمانی ما، به ما چیزایی که احتیاج هست به ما میده. فقط زمانی که خدا، این یه چیزی هست که خواهش میکنم دقت کنید، هر چیزی که تو دعا میکنی خداوند به تو میبخشه، برای تو میبخشه. الان میتونم بگم اقامته، بگم که خونه هست، دنبال زن هستی، دنبال شوهر هستی، دعا میکنی، بعد از یه مدت خداوند به تو میبخشه. فقط تشکر به وجود میاد، نه پرستش. گوش میکنین، مرسی خداوند، مرسی برای این خونه، مرسی برای این، مرسی برای این، مرسی، مرسی برای این. تشکر، این حمده. فقط زمانی که خدا درون تو شروع میکنه کاری انجام دادن، درون تو شروع میکنه معجزه رو انجام دادن، اون موقع پرستش به وجود میاد. زمانی که روح تو عوض میشه، زمانی که افسردگی بودی، در ناامیدی بودی و روح القدس میاد و آزاد میکنه از این وابستگی، زمانی که معتاد بودی و خدا تو رو اینطوری آزاد میکنه، زمانی که تو ترس زندگی میکردی، احساس ترد شدگی میکردی، قایم میکردی خودت رو، و زمانی که درون تو روح القدس شروع میکنه معجزه کردن، چیزی هست درون تو اتفاق، در روح تو اتفاق میفته، نفس تو شفا میگیره، و این باعث میشه که اتوماتیک دیگه احتیاج نیست به تو بگم که پرستش کن، اتوماتیک پرستش میکنه. چرا؟ روح
جایی که ترس بود روح خدا، محبت خدا قرار گرفته. این باعث میشه که خدا رو پرستش کنی. مثل یک گل شروع میکنی به بالهای تو رو باز کردن و او رو پرستش کردن. به این خاطر خدا میخواد در این سمت ما رو هدایت کنه که واقعا موضوع پرستش رو درست متوجه بشین. که زمانی میگیم امسال سال پرستش، شکرگزاری برافراشته، برافراشتن عیسی مسیح پادشاه ماست، پس باید یه اتفاقی در تو قرار بگیره، در روح تو قرار بگیره. اگه نه همینطور سست میمونی. فقط میاییم یه وظیفه خودمون رو انجام میدیم، تشکر میکنیم و همینطورم برحال همینطورم زندگیمون بدون جلال میشه. پرستش به وجود میاد عزیزان زمانی که خودمون رو کلن به خداوند میسپاریم. من تعلیمی که نسرین روز پنجشنبه هم داده در رومیان و به 12:1-2 که قربانی بدنهای خودمون امور قربانی زنده پسندیده به خداوند بسپارین، این پرستش ماست. اینو میتونین برین گوش کنین، توی آلفا اومگا هست. اگر ما اجازه ندیم روح خدا در ما نفوذی داشته باشه یا اجازه ندیم خدا در زندگی ما کار کنه، عزیزان معجزه خدا رو نخواهید دید، پرستندگان خدا هم نخواهید شد. همینطور ثابت میمونیم فقط با چند تا تشکرها، چون چیزی نداریم تعریف کنیم. توی مزامیرها هر دفعه صحبت میکنی سرود تازه بسرایین، سرود تازه بسرایین. خب چرا سرود تازه بسراییم؟ هر سرود تازه یک پشتش یک معجزه بود، یک اتفاقی افتاد، یک چیزی اتفاق افتاد که الان باید اون سرودی که قبل از این بودم الان وارد یک سرودی دیگه باید بشم، یک قسمتی دیگه از خدا دریافت کردم، یک شناختی بیشتری از خدا داشتم، یک جلالی بیشتری از خدا دیدم. و این باعث میشه که شروع میکنم به آهنگ نوشتن. اینو دریافت کردم، اینو الان باید بیایم توی سرود، توی پرستش. و این باعث میشه که کلیسا بنا میشه. همین سرودهایی که خوندیم چه عظیم و حیرت‌زاست، واقعا چه عظیم است، یا خدایی که معجزه میکنه. اگر ما باور به خدای معجزات نکنیم مثلا معجزه نمیشه. فقط عزیزان خدا میخواد ما رو و تک تک ما، از من شروع میکنم به نسیم و رهبرای تا شما که اونجا نشستین، شاید یک ماه ایماندار هستید، دو ماه یا یک سال ایماندار هستید، مهم نیست. مهم اینه که خدا میخواد الان به تو این بگم این هدایت رو بکنه که اجازه بده در زندگی من، در زندگی تو نفوذ داشته باشم. منو جستجو کن، منو به طلب. چون پرستش کردن میگم فقط سرود خوندن نیست. همینطور که کتاب مقدس رو ور میدارم و شروع میکنم جستجو کردن و مطالعه کردن، پرستش میکنم. پرستش یعنی چی؟ پرستش یعنی که من میخوام خدا رو جلال بدم، من میخوام خدا رو برافرازم. درسته؟ و زمانی که مشغول کلام خدا میشم و شروع میکنم به خوندن، دعا کردن و بهترین زمان رو برای این خدای واحد، خدای زنده، خدایی که منو عاشقانه دوست داره، زمانی که وقت رو برش میذارم، فکر میکنم، با او پیاده روی میکنم،
صحبت میکنم، این پرستشه، احتیاج نیست سرود بخونم. پرستش اینه که زمانی که نگاه میکنم چند تا چیزایی در من وجود داره، چند تا گناهایی از خواهرایی هستم، برادرایی هستم که نبخشیدم، کینه هایی در من وجود داره. آخه چطور میتونم با این کینه، با این بگم روش خدا رو پرستش کنم؟ پر از تلخی باشم، دهنمو باز میکنم. الان قسمت هایی هست که دفعه های دیگه موعظه خواهم کرد، خدا دستشو میذاره که اصلا تو رو نبینه، نه به خاطر اینکه دوستت نداره، چون اگه با این پرستش وارد صحنه او بشی اصلا کشته میشی، چون هیچ کسی نمیتونه در این حال خدا رو پرستش کنه در روح و راستی. و میدونم که افرادی هستن که پر از کینه هستن و تلخی درونشه، نمیتونن پرستش کنن، مسلمه نمیتونن پرستش کنن. کی رو پرستش کنن؟ این تمام فکرها فقط داوریه. خدا او رو چیز کن، برای اون این ببین چه کاری بر من ضد من کرده، اون چه چیزایی کرده، اون دائما در پرستش، فقط در حال محکوم کردن و نمیدونم مشغول شدن این چیزایی، میگم واقعا شیطانی. چطور میتونی بپرستی؟ یک کسی میتونه بپرسته زمانی که تمام چی مانع ها رو گذاشته کنار، بخشیده، رها کرده، خودش آماده کرده، وقت برای خداوند گذاشته، ملاقاتی با خدا داشته. روح القدس، کدوم چه مانع هایی در من هست که جلوی پرستش میگیره، جلوی تو میگیره؟ تقریبا دو هفته پیش در موردش موعظه کردم. روح القدس کمک من کن، کمک کن چطور میتونیم عیسی مسیح رو جلال بدیم. کمک کن. میگم ای عیسی جان، من میخوام پرستنده تو بشم، من میخوام، آلمانی میگن آرومش کردم چی گفت لیپ هابا محبوب نمیشه، محبوبه، محبوبه تو بشم، طوری پرستش کنم که تو میخوایی. و خدا من میگه که آلبرت، پس باید هر چیزی که در توست بمیره، چون با این چیزایی که در توست نمیتونیم پرستندگان بشی، پرستندگانی که پدر دنبالشه. میگم خودخواهیه، یا مثال میگم دنبال جلال خودتون هستین، حق خودتون هستین، تمام چیزایی هست که مانعهایی هست که نمیذاره ما به این در این روح پرستش کنیم. به این خاطر این چیزایی هست که خدا من میگه که امسال سال 2023 سالی هست که میخوام در قوم خودم، در کلیسا آلفا اومگا و نه فقط اینجا، در هر جایی که هست، من میخوام بیشتر وارد بشم. به شرطی که قوم من به من اجازه بدن بتونم معجزه کنم در زندگیشون. و خدا دوست داره معجزه بکنه. معجزه یعنی یه چیزی هست که غیر از خدا هیچ کسی نمیتونه انجام بده. من میخوام با قوم خودم طوری ملاقات داشته باشم که واقعا زندگیش رو دگرگون کنن. زمانی که افراد اینجا جمع میشن و یه کلیسای زنده، یه کلیسای پرستنده هست که واقعا در روح و راستی پرستش میکنن، و زمانی که در روح و راستی پرستش میکنیم، مطمئن باشین عزیزان، حضور خدا اونقدر قوی است، اونجا شفا اتفاق میفته، آزادی اتفاق میفته. یه کسانی که از اینجا هستن، بی ایمان هستن، میان اونجا روی زانو میفتن، چون خدا رو اونجا میبینن، چون در پرستش حضور خداست. هستین؟ به این خاطر یک نکته هست که فکر میکنم دفعه‌های دیگه بتونم در موردش صحبت کنم، چون امروز هم همینطور این سرود رو خوندیم، خدای قدوسی. در مورد قدوسیت زمانی که پرستش میکنیم، من فکر میکنم و امیدوار هستم و برای با نسلین دعا میکنیم که
خود عیسی مسیح صورت خودش و قدوسیت خودش طوری به ما نشون بده که واقعا پرستش ما پر از احترام باشه، پر از ترس خداوند باشه. متوجه هستین؟ ترس خدا منظور نیست که بترسیم از او. ترس یعنی احترام مخصوصی اون پادشاه، پادشاه رب و اربابه. چطور با چه نیتی میپرستم؟ با چه پاکی میترسم؟ و اینو هنوز اینطوری آشنایی نداشتیم. فقط خدا میخوام برحال این وعده رو بدم یا این تشویق کنم. این کاری هست که خدا میخواد در امسال 2023 انجام بده به تک تک ما. و یه چیزی هم نیست یک بار اتفاق میفته. یه چیزی هست که دائما در اون جریان باید باشیم. خدا نیازهای شما رو میدونه عزیزان. پدر آسمونی میگه که هنوز دهنتو باز نکرده، من میدونم چه چیزی احتیاج دارین. برای این برحال میتونین دعا کنین. برای نیازها. فقط خیلی عمیق‌تر، خیلی مهمتر از همه چی اینه که اجازه بدیم روح القدس، به وسیله روح القدس خدا شروع کنه به عمل کردن. پرستش شروع میشه از خونه خودت. زمانی که خدا رو جستجو میکنی، زمانی که وقت برای خداوند میذاری و بهترین وقت رو میذاری، بهترین، نه شب زمانی که دیگه همه کارا رو کردی را آخر خسته کوبیده با چشم بسته میای خداوند، نه، بهترین زمان رو. و در این زمان، زمانی که نگاه میکنین چیزی هست نسبت به برادر، خواهر، غرور، انگیزه های خودت رو نگاه میکنی، میبینی که این کاری که کردم به چرا کردم، انگیزه من چی بود. بعد از این میبینی که دنبال جلال خودت بودی، در این قسمت دنبال حق خودت بودی، اون موقع میخواستی فقط راه خودت رو انجام بدی، اون موقع چشم گوشات بستی، مبادا خدا با من صحبت کنی که من میخوام این راه رو برم، مبادا بگی نه. تمام چیزای ریز رو خداوند به تو نشون خواهد داد. فقط این برای خوبی توست. من میخوام تشویق کنم، این آخر باعث میشه که خدا معجزه کنه در زندگی تو. خیلی چیز عظیمتری، بزرگتری به دست میاری از این که الان تو داری. به شما قول میدم خدا میخواد معجزه کنه. خدای ما خدای معجزات است و به وسیله معجزات خدا جلال خودش رو نشون میده و این جلال باعث میشه که از تو یک پرستنده‌ای بود بکنه که در روح و راستی او رو بپرستی. احتیاج نیست گیتار ورداری بپرستی، حتی صدا هم نداشته باشی. خدا یک صدایی از تو میشنوه که روح پر از روحه و لذت میبره. آمین. الان بذاریم یک زمان یک دعایی میکنم و بعد از این دو تا سرودهایی هست که من نمیخونم بلکه پخش میکنیم، سرودهای پرستشه. و منظور من این نیست که الان بیایم پرستشش کنیم. من فکر میکنم بیشتر این سرود آهنگایی هست که از ایلا مینیستری هست که تو این دو سه بار همینطور تکرار خواهد شد. خودتون رو تفتیش کنین، نگاه کنین، آیا واقعا از پرستشی که میکنین راضی هستین؟ آیا واقعا اینه؟ فقط در زندگی روزمره شما چقدر پرستش میکنین؟ واقعا کی بود آخرین باری که واقعا وارد این بودی دیگه شدین؟ چقدر آرزو دارین؟ همزمانم نگاه کنین و ببینین که آیا نسبت به خواهر، برادر، نسبت به خود خدا چقدر با غرور، چقدر با خودخواهیه، چقدر هر چیزی که الان هست میتونه جلوی پرستش بیسته. و خوب میشه در این قسمت زمانی که این پرستش رو میکنین خودتون رو جستجو کنین، یعنی نفتون جستجو نکنین، خودتون تفتیش کنین. همینطور اگه احساس میکنین یک زمانی هست که شاید 10-15 دقیقه باشه،
میتونین بیاین جلو، میتونین زانو بزنین، میتونین پرستش کنین. کسانی که واقعا در این راه هستن یا واقعا این چیزا رو که تعریف کردم واقعا میکنی، میتونی بگی خدا من بیشتر میخوام، اجازه میدم دخالت کن، اجازه میدم من از خودم همه چی رو هر چیزی که هست به تو میسپارم خداوند، بیا در زندگی من معجزه کن. و این یک دعایی نباشه که الان کردی فردا فراموش کردی. یک کسی که واقعا با تمام دل اینو دعا میکنه، اینو ور میداره، شب دعا میکنه، صبح دعا میکنه، زور دعا میکنه، شب دعا میکنه، اینه که نشون داده میشه که واقعا تو اینو میخوای. یک بار خدا کاری نمیکنه، خدا نگاه میکنه چقدر واقعا با تمام دل میخوای. آمین. عزیزان، خدا عاشق تک تک شماست. خودش میدونه زمانی که معجزه کنه از تو چه مردی چه زنی خواهد ساخت. شما نمیدونین. خداوند مرسی که امروزم به من این قدرت رو دادی خداوند بتونم در مورد تو، در مورد پرستش صحبت کنم. خودم هم که یاد میگیرم، خودم هم که میخوام واقعا به عمق قلب تو، محبت تو بشم. عیسی جان خواهش میکنم الان تو بیا، بیا خدا من در به قلبهای ما الان نشون بده که کدوم قسمت هایی هست که واقعا جلوی تو گرفتیم، کجاست که مقاومت میکنیم، کجاست که روح القدس نمیخوایم به تو گوش کنیم، فعل حقیقی کجاست که خداوند اجازه نمیدیم در ما زندگیمون معجزه کنی. بیا خداوند نشون بده این دعایی که میکنیم چه دعایی است که ما میکنیم. خودخواهانه فقط ما هستیم که مرکز اونجا میچرخیم. بیا روح القدس، میخوایم الان به تو این زمان رو بدیم تو با قلبهای ما صحبت کن. افراد هم که اینجا هستن که هنوز آشنایی با تو ندارن، روح القدس تو خودت رو، دست تو خداوند روی ایشان بذار. میدونم خداوند تو هستی که ایشان رو آوردی که با قلبشون صحبت کنی. هللویا خداوند، هللویا خداوند. اورش دیارن دوست، اون یکیشو پرستش. همینطور در این حال پرستش یا دعا بمونین. الان نمیخوام الان سرود بخونین. اگر فکر میکنم الان این سرودی هم که الان اینجا گذاشته شده، میتونم تا چشمتو ببندین دعای خودت رو بکن. مهم الان دعای خودته. و بعد از این میتونه اگر دوستانی پرستش کنین.
اگر کسانی هم هستن که میخوان قلبشون دوباره به خداوند بسپارن، و میخوای یک یا عهدی ببندی و میخوای خدا دوباره یک شروع جدید در زندگی تو بکنه، میتونی بیا این جلو. اگه بیشتر میخوای یک لمسی از خداوند بکنین، میتونین بیاین، با ایمان بیاین و همینطور بطلبین و باور کن که خدا اینجاست، عیسی اینجاست، روح القدس اینجاست. تو احتیاج به کمک داری. خداوند میگه که من امروز اینجا هستم که دوباره تو رو بلند کنم. بیا جلوی نور من، بیا جلوی نور من. من تنها کسی هستم که میتونم تو رو بلند کنم و زنده کنم. احساس میکنم کسی که اینجا مانه هست بتونه بری جلو دعا میکنه، یا در دو هر دو تا مانه کنه.
همطور عزیزانم همین الان یه دریافت کوچیک داشتم که احساس کنم خداوند میخواد این روح پرستش و ستایش رو در کلیسا جاری کنه و خیلی از عزیزان هستن که میخوان وارد این عمقای پرستش بشن ولی نمیتونن، شاید یه گره های فکریه، شاید یه عدم بخششه، شاید یه آزردگی های تایی درونش قلبشونه، شاید یه موانعی هست که نمیذاره و خداوند امروز میخواد دعوت کنه که بیاین جلو و خادمین دعا برای شما دعا کنن و روح القدس عمل کنه با ایمان. آمین. شاید بتونیم همینطور همه با هم بایستیم این سرود رو با هم بخونیم و جلالش بدیم. همزمانی که پرستش میکنین، همینطور که پرستش میکنین جلالش میدین، باور کنین روح خدا اینجاست. همینطور که با تمام دل دستتو بلند میکنی و جلالش میدی، رحمت خدا اینجاست که تو دوباره یک لمسی بکنه. جایی که جلال خداست اونجا حضور عیسی مسیح است. جلال بر تو ای عیسی، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو ای عیسی، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو پادشاه، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو پادشاه، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو پادشاه، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو ای قدوس، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو ای قدوس، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو ای عیسی، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو بیا روح القدس. هللویا خداوند، مرسی سشان، تشکر میکنیم خداوند. فقط میتونیم به تو نگاه کنیم خداوند. خداوند همه چی از آن تو جاری میشه خداوند. هللویا خداوند. ورا داشتی ورا. ای خداوند. تو پادشاه، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو پادشاه، جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو پادشاه، جلال بر تو،
جلال بر تو، جلال بر تو، پادشاه جلال بر تو، جلال بر تو، جلال بر تو. هللویا خداوند، مرسی خداوند.